داستان زندگی تمام انسانها حدیث دلدادگی به خط است، خطی که انسان را عاشق خود می کند و او را در شاهراه روشن خود تا آستانه مقصود پیش می برد. خطی که می تواند همه چیز باشد، همه چیز، حتی خط خوش. و چه زیباست خطی که رونده راهش را در هیئت یک خوشنویس از جاده های حیات عبور می دهد و به درگاه معبود ازلی و ابدی می رساند. خطی که اینک ما را در اوان 35 سالگی به در خانه هنرمندی ناماشنا می برد، به محضر خوشنویس مشهدی محسن عبادی. بسم الله الرحمن الرحیم. محسن عبادی هستم، متولد سال 1357 در شهر مشهد مقدس. از شروع فعالیت خوشنویسی من بیش از 20 سال میگذره که نقطه شروعشم برمیگرده به دوران مدرسه راهنمایی که میرفتم. از اون سالها من ابتدا به ساکن خط نستعلیق را از محضر مرحوم استاد سید غلامرضا موسوی استفاده کردم و شروع کردم و خب یکی از شانس‌های خیلی خوبی که داشتم همین انتخاب استاد اول بود که خدا برای من انتخاب کرد که یکی از بهترین اساتید پایه‌ای رو من داشته باشم. چند سالی من تلمذ کردم خدمت مرحوم استاد سید غلامرضا موسوی و بعد در دوره دبیرستان من توی کتابه عربی که اون موقع ما داشتیم در هر سال، یعنی 3 تا کتاب عربی داشتیم، هر سالی 15 تا قطعه نفیس خط نسخ آخر هر درس این کتاب عربی ما چاپ شده بود و هر سالی که من میرفتم بالاتر 15 تا دیگه اضافه میشد به این قطعات و 45 تا قطعه انگار من خط نسخ خیلی نفیس و شیوا از جناب استاد صمدی رو توی کتابای درسیمون میدیدم و علاقه من شدم از روی همین اصطلاحا مصادری که توی کتاب درسیامون بود به خط نسخ و برام خیلی جاذبه داشت، هم جاذبه بصری داشت هم جاذبه روحی. و در کنار خط نستعلیق آهسته آهسته از روی همین 45 تا به نوعی سرمشق من شروع کردم خط نسخ و کار کردم. سال 83 بود که رسیدم محضر استاد صمدی. خب کلاس استاد صمدی در دوره فوق ممتاز توسط استاد قدس رضوی راه اندازی شده بود و ایشون رو دعوت میکردن، از تهران تشریف می آوردن مشهد ماهی یک بار و گاهی هم حالا دو ماه یک بار. به هر حال یه پروسه رو من از سال 83 تا 86 خدمت استاد صمدی اینجا طی کردم. هر استادی روزگاری در قامت یک شاگرد در محضر استادان فن تلمس کرده است و محسن عبادی نیز از این قاعده مستثنانی است، هرچند که در این مورد با توجه به تأکید و تأیید شخص هنرمند آنچه نقش نخست را دارد همانا عشق است و آنچه این عشق را جهت می دهد نیروی جاذبه همسایه است که به نام سلطان علی ابن موسی رضا علیه السلام مشهور خاص و عام جهان است. عشق رشته‌ای به گردن مشتاقان می‌افکند و آنان را وادی به وادی می‌کشاند تا نقطه آغاز شکفتن، نقطه شعله‌ور شدن و نقطه رسیدن عبادی به محضر استادش عبدالصمد صمدی. این برای هر کسی می‌تونه موقعیت مغتنم باشه توی رشته خوشنویسی، مخصوصا خطوط نسخ و سلس و حتی نستعلیق، که بتونن از استاد صمدی استفاده کنن. چرا؟ چون این آدم یه قله است، یه فصل الخطابه توی این رشته.
خب من یادم اولین جلسه‌ای که من توفیق داشتم خدمتشون برسم ماه محرم بود. حتی سرمشقایی که میدن به تقویم نگاه میکنن ببینن چه مناسبتی هست، حال هوای اون ایام چی هست. یادمه که اون عرضم خدمت شما که یه حدیثی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام دادن که یبن الشبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکی للحسین ابن علی علیه السلام. این اولین سرمشق بود که من ازشون گرفتم و ماه محرمم بود. و اصلا ناخودآگاه آدم بدون اینکه بحث خط باشه و بحث تلمذ و استا شاگرده باشه با همین وارد فضای محرم میشه، اون تو میمونه. یعنی دیگه محرم براش نقطه گذرا تو تقویم نخواهد بود، موندگاریشو دلی میکنه بر آدم. زیستن برای خدا و به عشق اولیای خداوند در طول زندگی چراغهای منیری به دست رهروان میدهد که تاریکترین راه ها را برای حرکت رو به پیش سالکان روشن می کند. استاد صمدی برای محسن عبادی خوشنویس یکی از همین چراغ هاست. کسی که صرفاً در صدد آموختن فنون زیبا نوشتن نیست، بلکه زیبا زیستن و توجه به معنویات و تمرکز بر اخلاق کریمان مهمترین درسی است که می آموزد. و چنین است که عبادی تأسی به چنین استادی را وظیفه و رسالت خود می داند و معتقد است او صرفاً مشق و سرمشق نمی دهد، بلکه درس می دهد. درسی به تمام معنا، درس زیستن و بزرگ بودن و خدایی شدن. کم نیستند مدعیانی که از تأثیر معنویت بر رشد مادی و روحی خود سخن میگویند، اما نشانه های چنین تأثیری را در آثارشان کمتر میتوان یافت. محسن عبادی اما همه هستی حرفه‌ای خود را مرهون معنویت و توسل به ائمه طاهرین میداند. من رسالت خودم میدونم که راهی که استادم به من نشون داده رو برم و به عنوان یک وظیفه دارم بهش نگاه میکنم، نه روش کاری. حالا هر کسی درجاتی از توفیق داره. خب من هر چی که نگاه میکنم میبینم نه خودم و نه هیچ کدوم از دوستان و اساتید محترم و معزز و من ندیدم که مثل استاد صمدی که یه نقطه میذاره تو این نقطه چندین صلوات با و عجل فرجهم هم ذکر میکنه، یه الف از بالا تا پایین میاره به همین شکل. بالاخره این ذکر گفتن، این مدام متصل بودن، این مدام درخواست کردن و التماس کردن برای اینکه یه مسیری که به اصطلاح شاید مشکل به نظر برسه به یسر و آسونی برسه، تأثیر خودشو میذاره. و برای خود منم بارها پیش اومده، واقعا خیلی شده که برای یکی از مشکلات فنی کارم نشستم ریاضت کشیدم، مدام کار کردم ولی حل نشده که نشده. اون حرف یا اون اتصال یا اون سطربندی یا اون صفحه نشد. بعد اون لحظات آخر گفتم خدایا دیگه این واقعا کار من نیست، این باید خودت دست ما رو بگیری. با توجه به جوانی و تجارب نسبتاً اندک، مروری بر حجم و تعدد توفیقات محسن عبادی به خوبی بر دستگیری ائمه خدا از وی مهر تأیید می گذارد. کسب مقام های مهم و جوایز معتبر از حدود 44 جشنواره و نمایشگاه و مسابقه کشوری خوشنویسی، همچون جشنواره طلیعه ظهور در قم، جشنواره قدیر در تبریز و جشنواره رضوی و نیز اخذ مدرک درجه یک هنری در مرداد ماه 92 که معادل مدرک دکتراست، از جمله موفقیت‌های بیشماری است که محسن عبادی به آنها نایل شده است. عبادی اگرچه سابقه قریب یک دهه تدریس خوشنویسی و آموزش گرافیک به دانشجویان این رشته را در کارنامه خود دارد، اما
کتابت قرآن مجید به طور کامل، نگارش کتیبه های سردر ورودی حرم کاظمین، کتابت جزء سیوم قرآن کریم با خطوط مختلف و نیز خوشنویسی عهدنامه مالک اشتر و خطبه های فدکیه و قدیر از مهمترین افتخارات و آثار هنری او به شمار می رود. نمایشگاه متعددی هم در داخل و خارج کشور داشتم. نمایشگاه داخلی من در مشهد و بوشهر بوده و نمایشگاه خارجی هم جاکارتا، موزه ملی جاکارتا، کشور اندونزی، سال 2008 بود که من رفتم و 2009 بود. موزه ملی آنکارا در ترکیه 2010 من نمایشگاه داشتم و دانشگاه یو سی تی کیپ تاون در کشور افریقای جنوبی که سال 2011 نمایشگاه داشتم. یه دوره تدریسم همین بحث آنالیز حروف، آنالیز فیزیکی حروف و کاربردهای صور هندسی حروف بود که در دانشگاه یو سی تی کیپ تاون من این رو یک ترم ارائه دادم که با استقبال خیلی خوبی هم مواجه شده. در کتابت خطبه فدکیه نکات جالبی من خودم بهش برخوردم، برای من خیلی جالب بود و تا حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم. من همیشه فکر میکردم که خطبه فدکیه به نوعی تلاش برای احقاق حق هست. وقتی داشتم میخوندم کلام حضرت زهرا سلام الله علیها رو، دیدم که یه بخش مهمیش تنبه و حکمت و موعظه مسلمان است. اگر خونی داره ریخته میشه، اگر جنایتی داره صورت میگیره، اگر که ملتی داره تقاص پس میده، داره توی یک برهه تاریخی انگار داره نابود میشه، دچار مرگ تدریجی میشه، همش به خاطر همین اختلافاتی که وجود داره و اون اصطلاحاً بحث فرقه گرایی و نداشتن یک ممسک واحدی که بتونن ازش کمک بگیرن به عنوان نقطه اتکا. و این برای من خیلی جالب و پندآموز بود که خطبه فدکیه چقدر حکمت داره و چقدر شعائری داره که ما میتونیم اینا رو به کار ببندیم و روز به روز به اصطلاح زندگیمونو باش بهتر کنیم. یکی دیگه از کارهایی که انجام دادم خطبه قدیر که فرمایشات خطبه حجت الوداع حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست در باب جانشینی خودشون و اینکه حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان ولی امر مسلمین تعیین کردن. آنچه در تکمیل روش رسالت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برای این موضوع قدیر اومد که به نوعی میتونه شأن نزول همون آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی باشه، انگار در تکمیل رسالت خودشون یک محتوایی رو حضرت رسول ارائه میدن که فرد مسلمانی که بعد از واقعه قدیر انگار میخواد حیات داشته باشه و نشو و نما داشته باشه و رشد کنه و به کمال برسه و به عنوان یک مسلمان به دنیا بیاد و از دنیا بره، پروتکل زندگی اسلامیش تو اون مشخص شده دیگه. یعنی جای بهانه‌ای نیست، یعنی جای ندانمی نیست، جای تردیدی وجود نداره. تمام آنچه را که سعادتمندی اخلاقی و فکری و معنوی بشر رو تضمین میکنه، هم خلاصه‌وار و هم فریادگونه، یعنی چیزی که دیگه این حرف آخره، این نقطه فصل الخطاب آخره برای تصمیم گیری تو مطرح میکنن حضرت رسول. و به نظر من اگر کسی، و اگر هم که تأکید شده برای این که شما سینه به سینه این خطبه رو موظفید که نقل کنید
و آیندگان بدانند این را از چه گذشته در قدیر در اون روز و چه بیان شده. و اگر این تأکید وجود داره برای نقل این مطلب، تأکید جداگانه اصلا وجود داره در آخر خطبه، به خاطر همین هست که دیگه فردا عذر و بهانه ای نباشه برای درست بودن نوع نگرش ما به زندگی به عنوان یک آدم مسلم. کتابی که خیلی دوستش دارم، آیین زمامداران آسمانی، که عهدنامه مالک اشتر هست، عهدنامه حضرت امیرالمومنین علیه السلام مالک اشتر برای زمامداری و فرمانداری مصر در اون زمان. این کتاب هم تأثیرات عجیبی گذاشت روی من. یعنی وقتی که من اینو می نوشتم و سطر به سطر ترجمهش می خوندم، حس می کردم هر کدوم از ما حداقل و در پایین ترین سطح ممکن فرمان روای زندگی شخصی خودمون هستیم. ما میتونیم اینا همه رو نماد حساب کنیم. اگر فقیری اونجا ذکر شده و یا مستمندی و یا قشر خاصی تأکید شده که زمامدار یا فرماندار باید بهش برسه، ممکنه تو خود ما باشه. کدوم وجه از وجوه ما فقیرتره؟ چرا ما نمیرسیم بهش؟ برای کسانی که خوشنویسی را هنری معمولی و مکانیکی می دانند، درک تأثیرات عمیق روحی و روانی یک متن بر خوشنویس شاید کار آسانی نباشد. اما اگر خوشنویس محسن عبادی باشد و آن متن عهدنامه مالک اشتر یا خطبه های فدکیه یا قدیر، آنگاه می توان هر گونه حادثه خارق العاده و اثرگذاری را به عین دید و باور کرد. راستی اگر خوشنویسی این متون کمک کرده باشد تا درک بهتری از حکمت‌های دختر گرامی رسول خدا بیابیم، یا به ما فهمانده باشد که هر یک از ما می‌توانیم به جای مالک اشتر نخعی مخاطب عهدنامه مولایمان باشیم و در نقش فرماندار زندگی خود وظایف حساسی بر دوش خود ببینیم، یا فریاد تاریخی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را بر سر بشریت خواب زده در خطبه قدیر دریابیم، آنگاه چه قیمتی میتوان بر هنر صاحب آن خط خوش نهاد؟ در باب کتیبای کاظمه این هم میخوام مطلبی رو عرض کنم خدمتتون که اتفاق بسیار جالبی بود توی زندگی من. موقعی که این کار و این سفارش به من ارجاع شد، دو تا مشکل داشتم. یکی این که دستم گرم نبود، آماده نبود و در زمان بسیار کوتاهی میخواستن، یعنی 5 روزه میخواستن که این 4 تا کتیبه انجام بشه برای 4 تا سردر حرم، و اصلا در توان خودم نمیدیدم که 4 تا کار به این عظمت رو من 5 روزه بتونم انجام بدم. و یکی این که اصلا خودم رو مستحق و لایق این کار نمیدونستم. این چالش بزرگتری بود برام. یعنی اینجا قسمت اصلی قضیه اینجا بود. حالا قسمت فنیشو میشد با بیدارخوابی یه جوری بالاخره حلش کرد. و تردیدی برام به وجود اومد که اصلا این کاری که داره اینجور ارجاع میشه به من و تو مدت زمان کوتاه، ممکنه کار خوبی عذاب در نیاد و بعد مسئولیت داره. وقتی که این کار میخواد بره قرنها، سردر حرم امام موسی کاظم علیه السلام و حضرت جواد الائمه علیه السلام قرار بگیره، و اگر کار خوبی نشه و اصطلاحاً کیفیتش فدای سرعتش بشه، گفتم یک جوری این کار رد کنم، از گردن من ساقط بشه حداقل، و اینا به این فکر بیفتن که زمان بیشتری بدم یا به یک کس دیگه بالاخره بدم. خب یه جورای دست و دلم زیر این کار میلرزید. ولی بلا فاصله چیزی که به ذهنم رسید این بود که متوسل بشم با آقا علی ابن مسرزا علیه السلام، که بالاخره حرم پدر بزرگوار ایشون و فرزند عزیز ایشونه. اصلا صاحب این کار خود حضرت رضا علیه السلام بودن. دعا
درسته از عراق اومده بود این سفارش، از کاظمین اومده بود، ولی خب فکر میکنم ارجاع کار از طرف خود حضرت رضا علیه السلام بود. که برای که مطمئن بشم رفتم متوسل شدم، گفتم که بالاخره شما ولی نعمت ما هستید، اصلا تام الاختیار همه چی ما دست شماست، فقط به من متوجه کنید که آیا اصلا من درست انتخاب شدم برای این کار، آیا من لیاقتش دارم، آیا من باید انجام بدم، و اگه من باید انجام بدم یه نشونه‌ای باید برای من بفرستید و زمانی هم ندارم، تو این 5 روز نمیخوام روز آخر برای من نشونه بفرستید، یعنی به نوعی گستاخی هم کردم و همین، بالاخره مشخص کنید برای ما تا فردا صبح. و اینکه اگر که مشخص کردید که دیگه من باید انجام بدم و یه نشونه چیزی اومد حالا یا به نوعی بالاخره بر من اصطلاحاً مسجل شد که این کار رو باید انجام بدم، اون توان و قدرت و خلاقیت و بضاعت فنیشم باید بهم کمک کنید، چون اصلا من آمادگیشو ندارم، چون حداقل 1-2 هفته میخواد که آدم تمرین سخت انجام بده تا برای همچی کار مشکل و صعبی آماده بشه، که در کمال غافلگیری فردا صبحش یه آقایی که الان من فامیلشم حتی یادم رفته و یه حضور ذهن ندارم، اصلا نمیشناسم ایشون رو و اون موقع هم نمیشناختم ایشون، ایشون اومدن من یه کلاسی داشتم، یهویی سرکله ایشون تو کلاس من پیدا شد، از پرسنل آستان قدس بودن، یه دونه از این سنجاقایی که به یقه میچسبونن مربع، بدون هیچ مقدمی به من دادن، گفتن آقا این برای یقه کت شما خیلی مناسب، دادن و رفتن. من این پلاکو که از روی یقم برداشتم نگاه کردم، دیدم که نوشته از سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا. اللهم صل على علي ابن موسی رضا المرتضى وقتی دل به معشوق سپرده باشی، بر هر در و دیواری سیمای تابناکش را خواهی دید. وقتی که خوشنویس در زیر بار سنگین رسالتش می لرزد، چه زیباست نشانهای موافقت معشوقی که راه توفیق را برای عاشق هموار می کند. حدیث چنین عاشقانی همیشه قصه راز و اعجاز است و این ما ایم که اگر گذارمان به حرم کاظمین افتاد، می باید نشانه های چنین رابطه ای را بر خطوط سردر ورودی حرم ببینیم و آنچه را از زبان خوشنویسی عاشق شنیده ایم برای همگان نقل کنیم. لطف عنایتی که از همسایگی آقا علی بن موسی رضا نصیب بنده شده، خب تونستم یه مقدار جلوتر از این دوستان برم به نسبت سن که عرض میکنم و مصداقاشم دارم میبینم هر روز، مشهوده دیگه، از موفقیت هایی که به لطف خدا آقا علی بن موسی رضا دارم کسب میکنم خودم دارم میبینم، شمار حساب فنی کار من واقعا خالیه، اینو خودم دارم میبینم، ولی خروجیاش خیلی معجزه است. حساب 2-4 بکنیم، یه مغناطیسی باید تو این منطقه وجود داشته باشه، یه چیزی که از اون محاسبات عقلانی ما خارجه، اگر چیزی جز مرکزیت وجود مبارک آقا علی ابن موسی رضا هست نمیتونه باشه، فقط ایشونه. و اگر ایشونو ما میگیم عالم آل محمد، در همه زمینه ها ایشون
فیض دارن میرسونن. در زمین هنر هم همینطور، ایشون هشتمین کاتب هستن. اصلا بحث هنر اسلامی و بالاخص مخصوصا خوشنویسی اسلامی جدای از اهل بیت نمیتونه تصور بشه. ما نمیتونیم جدا بدونیم معارف حتی هنری رو از در عرصه خوشنویسی از اهل بیت علیهم السلام و خاندان حضرت رسول صلوات الله سلام علیه. از آقا علی بن موسی رضا میخوام که اولنش که این توفیق همسایگی رو حداقل از ما نگیره، که تو این شعای مغناطیس باشی. بزرگترین خواسته من همینه، چون تو این شعا که باشی بقیهش حل دیگه. هر موقع خواستی میتونی کانکت بشی، هر موقع خواستی میتونی عرض ارادت کنی، التماس کنی، بخوای مطرح کنی. بالاخره به نظر من همین برای من زیاده. زمین اگر از مدار خورشید دور شود، بیشک در ظلمات خواهد افتاد و نابود خواهد شد. پس بی دلیل نیست که محسن عبادی خواستش ماندن در مغناطیس جاذبه حرم هشتمین خورشید است. من نقطه اوجی که در نظر دارم دو تا چیز هست، یعنی به دو نقطه من توجه کردم. یکی این که بتونم دینم و نسبت به این امانتی که امانت بزرگ و سترگی که به من رسیده بتونم ادا کنم، ولو به اندازه بضاعتم، حیفش نکنم. و یکی این که بالاخره عرض کردم هنر ما اصلا جدای از سیره اهل بیت نیست، اصلا جدای از خود وجود متبرک اهل بیت علیهم السلام نیست. پس این چیزی که رسیده رو من هدف گذاریم اینه که بتونم با امانتداری در اون انتهای کار که اصطلاحاً باید کار عاقبت به خیر بشه، طوری باشه که مورد رضایت اینا. من معتقدم اگر عشق وجود نداره راجع به کاری، تلاشی، هدفی، اگر اون انگیزه برابری با عشق نمیکنه، اون کار رو باید بوسید گذاشت کنار. در حد عاشق شدن اگر هدف متعالی آدم داره، هدف فنی داره، هدف تکنیکی داره، هدف خاصی داره، هدف تحصیلی داره، در حد عاشق شدن باید بره دنبالش. من توصیه‌ام این هست که اگر ذره ای در این عشق تردید وجود داره عوضش کن. اونجا به نقطه کمال میرسی. حالا کمال رو چی باید بدونیم؟ کامل شدن. چه چیزی کامله؟ خب فقط یک چیزی که به طور مطلق توی این هستی که ما درش جریان داریم کامل مطلقه، و هممون اگر بخوایم که به اون منظر برسیم، باید و ناچارن و ناگریز باید از راهی بریم که اسمش عشق.